غم عالم همه کردی به بارم، وای مگر من لوک مست سرقطارم، جازم کردی جازم کردی و دادی به ناکست، خدا نهادی هر زمان باری به بارم، باری به بارم. وقتی اومدم خونه، من در بین راه که میمدم، یه بکنه دیشب هم امزه گفتم، میمدم خواهرزنمون دیدم که داره از خونه ما بوده میره خونه شون، گفت الان از این راه که میره هنوز پاسدارا خونه تون هستن. گفتم باشم، خونه ما باشم. من وقتی اومدم دیدم بله نشستن، شما که ارز کنم من هم دقیق نشستم پهلوشون و یه صحبته کردم از مثلا اسلام و مسلمانی خودمون و اینها، و حتی اونا گفتن والا اصلا به ما هیچ ربطی نداره، ما مأمور معذور هست، مأمور معذوره، ما مجبور هستیم. چند روز اونجا مونده بودن؟ اونجا سه روز، سه روز موندن. سه روز که موندن هیچ اطلاعاتی هم، یعنی ما اطلاعات چیزی نداشتیم از خارج یا از داخل تو خونه، هیچ اطلاعاتی نداشتیم، باشن رفتن. و بله شاید تو همون پرسه هم ما از فامیل داشتیم، قوم خیلی زیاد داشتیم، خیلی ها اصلا میترسیدن، جرأت نمیکردن که بیان مثلا تو خونه پرسه بکنن، سر سلامتی بگن و از اینا. بسازم خنجری نیش از پولاد، خدا نیش از پولاد، وی زنم بردید تا دل گردد آزاد. از دوستای رستم و جواد هم میمدن خونه؟ از دوستای رستم و جواد هم عرض کردم که یکیشون اومدن خونه، اون زندان بود و زندان بود، زندانش آزاد شده بود، آزاد شده بود. اومد خونه، اومد خونه گفت که شب اون صبحی که رستم میخواستن اعدامش بکنن با هم حمام بودیم، رستم غسل کرد و اینها، دیدم اصلا این پسر مثل یکی میخواد بره تفریح. و پسر با من تعریف کرد، گفتم رستم تو میخوای اعدام بشه؟ گفت خب اعدام بشم. هم کلمه که جلو قبلا گفتم، گفت که من اصلا ناراحت نیستم و ناراحتم نشدم به جز اون زمانی که پدرم بلند شد بره دامن حاکم شهر ببوسه، من اون ساعت ناراحت شدم. و میمدن رستم، گفت رستم هیچ ناراحت نبود، حالا این شهامت به پسر یا عقیده خودش بود و شهامت داشت و اینها، حالا شاید هم کسی نیه، حالا او هم دیگه رفت، یه کسی بخواد تعریف بخواد میگه پدرش بوده و تعریف میکنه، او که نه زنده میشه نه هم کسی از من راست و دروغ بخواد، از من این حقیقت همش همینه که من گفتم. خب این مدت از بعد از اعدام رستم تا الان چی بر شما گذشته؟ چه مسائلی؟ عرض دارم اون زمانی که رستم اعدام کردن، شروع اعدام بکن اعدام بود، خیلی شروع بود دیگه از حد بدر. مثلا امکان داره که ما بعضی وقت میرفتیم برای ملاقاتی، خب میشدیم
میگفتن امروز 10 تا بردن، شو 5 تا بردن، شو چند تا بردن، از این حرفا. بعد بعد از اون بعدا قوم خیشا انگشت شمار میمدن، تک تک میمدن، میترسیدن بیان. یه وقتی گذرنامه من خانومم میخواستم تمدید کنم، این بهش زنگ زده بودن که فردا ساعت 2 بعد از ظهر بیا اطلاعات. اطلاعات ستاد، از این ستاد. آقا خب میخوام وقت من انگار روزی بود که میخواستن رستم ببرن، از من اینجوری گذشت. خیلی ترسیدم، گفتم خدایا اطلاعات من چه کار دارم؟ اطلاعات بره چه برم؟ بعد به شما دیگه گفته بود که من نمیدونم فردا. فردا هم روز سر ساعتی که به ایشون گفته بودن بیا من رفتم. گفته بود اگر خودت هم نمیتونی بیای همسرت بفرست بیا. ما رفتیم. حالا با چه رفتنی؟ تمام زانم و بدن و از ترس میلرزیم. خدایا چه کار؟ چطور شد و فلان؟ از هر حال وقتی رفتیم اتاق اولی که رفتیم اسم و فامیل رو سوال کرد و او همین سوال بیشتر نکرد. گفت که بفرمایید. رفتیم توی اتاق بود. توی اتاق بود، این اتاق اصلا هیچ صدا نمیاد، هیچ که نیست. اصلا کسی نیست. فقط چیزی که هست یه صندلی هست. یه صندلی هست، میتونم بگم نیم ساعت من همونجا نشسته بودم. داده زانوام میلرزید. نشسته بودم، دیدم که صدای در اومد، یک نفر اومد تو. یه نفر اومد تو، وقت صندلی من به شما که عرض کنم من روم داد رود به دیوار و اونم از پشت سوال از من میکرد. آقا از سوالی از من کرد و پسرات چه کاره هستن و اون دیگه میدونست که اعدام شدن. یکی که میدونست چند تا پسر داری و چند تا حتی دختر داری، دختره که شوهر داشتن و بچه هاشون هم از من سوال کردن. خودت چه کاره میکنی و تو معذر هستم؟ از بخوام بگم سوال دیگه تا حتی شامنهاری هم که من میخوندم از من سوال کرد. من یه فرمی هم داد، بعد فرمو که پر کردم اون سوال هم که دیگه من ناراحتم. گفتم مرد حسابی، یه پیر مرد 70-80 ساله بودی چیزی سواله، چقدر از من سوال میکنی؟ و چرا ناراحت میشه؟ گفتم خب من باید ناراحت بشم، من بچه‌مه که اعدام شده، چی از من میخوای؟ گفت ناراحت نشو، دو تا فرمو که داده بودستم، گفت دو تا خونش خالی، دو تا پر کن. گفتم خب چی پر کنم؟ گفت یا چی خودت پر کن. ببین ما هم چی نوشتیم، حالا یادم نیست دو تا خونه چی نوشتم. سوالی که او گرفت به من سوال کرده بود و فرمی که من داد نوشتم همه یکی بود. این بود که من ناراحت شدم. ده بعد اینکه ناراحت بعد دیدم که بازم مثل همون سال اولی که کسی نبود تو اتاق اینها، من به شما کردم دیدم هیچ که نیست، نگاه کردم دیدم کسی نیست، حالا میترسیدم بلند شدم بیام. بلند شدم اومدم، ترسیدم اومدم اتاق اولی که او سوال اسم فامیلی نوشت و اون هم همینطور تعهدی از ما گرفت. کسی اومد در مغازه، کسی شنفتی از جمهوری اسلامی صحبتی میکنه و فلان اینا، به ما اطلاع بده. گفتم چشم، برداشتم امضا کردم و اومدم. این بعد از او، بعد از اعدام رستم که چند سال مثلا گذشته بود، نه که یه سال دو سال. شاید همین توضیح که الان دادم 10-12 سال گذشته بود که سال هنوز از من بکرده. من اون سال رفتم تمدید کنم رستم، حالا بیشتر امضا کردم. بله. ولی خون ناحق آخر میگیره ازش. خون ناحق میگیره. غیر ممکن است. جریان با رستم همون روزی که اتاق شهرون خود رستم بلند شد، گفت که آقای حاکم شهر، او که به من یه اعلامیه میداد و پخش میکردم 5 سال برای زندان بریدی، برای من اعدام بریدی، و هم شب 12 نفر رو داد همکاری به ما که تو به ما همکاری نمی کنی. گفت که من کسی نمیشناسم. او چیز محافظش گفت که او که 5 سال زندان برش بریدن کی بوده؟
والا اسمش الان نمیدونم. جواد تقوی؟ جواد تقوی، ها. گفت او بود. او هم یادداشت کرد. بله، یادداشت کرد. بله. حاکم شهر اسمش چی بود؟ اون که... نوربخش. بعد دادستان کی بود؟ یادم نیست. من زمانی که روبراه زمانی که دیگه پرونده از اون بالا دادن اومد پایی که دادستان اجرا بکنه، من به اندازه دیگه داد زدم که این گلو خوش شده بود، یکی اونجا نبود از اینا که چکه آبی وقت یه لیوان آبی یه نفر نمیرفت کجا پیدا که اونم کار داشت تو کار به کار دادگاه انقلابی ها نبودم، از اونا نبودم، فقط یه چکه آبی داده من خوردم. شما چند ساعت یا چند دقیقه توی اون دادگاه بودیم؟ دادگاه که چی؟ نه، همون توی رفته بودیم اتفاقی پیش رستم و جواد هم اونجا بودن، همون دادگاه. 5-6 ساعت بودیم. 5-6 ساعت اونجا بودیم؟ 6 ساعت بودیم، ها. بله. از نظر بچه هایی که الان دارم، الان 4 دختر و 4 پسر دارم. اول از پسر اولی شروع می کنم که حدوداً هم سربس می‌دونم که آموزشگاه گروبانی رفت و اینا، خیلی راضی ازش هستم، بسیار بسیار راضی هستم، چون اولی که ما اومدیم شیراز اون خونه اجاره کرد، مال اجاره خونه و اینا خودش پرداخت میکنه، او از او راضی هستم. از چهار تا پسر هر چهار تاشون راضی هستم، به خصوص الان که من در ایام بازنشستگی هستم، اصلا توانایی کار و نمیدونم، الان من گفتم که 82 سالم، متولد 1300 هستم، الان روز به روز دارن روز به روز بهتر و بیشتر به من و مادرشان میرسن، کمک میکنن. دخترام هم الحمدلله، چون من نیتم نمیتونم تعریف خودم بکنم، نیتم لله بوده، از زمانی که به خود رسیدم و به عقل خودم رسیدم، فقط به ضرب زور بازوی خودم بچه ها بزرگ کردم. گاهی نشد که چشمم به مال کسی باشه، یا خدای نخواسته، یا وقتی یه چیزی که بالاخره در شریعت زندگی و در شریعت اسلام و مسلمونی و اینها دستم به هیچی مخلوط نکردم. دخترام هم همشون الحمدلله هر کدوم شوهر کردن، بسیار دامادای خیلی خوبی دارن، وضع زندگیشون هم هر یک بهتر از دیگری هست و خودم هم از شکر خدا، خدا را شکر میکنم، وضعم خوبه. بزرگترین آرزویی که الان داری چیه؟ بزرگترین آرزویی که الان من دارم که خدای فقط این دیگه از روی قلب پاک میگم که من هر وقت که از این دنیا خواستم برم زیاد رو جا نیفتم که یه خورده برای بچه هم ناراحت کننده باشه. بزرگترین آرزوی من الان بهش رسیدم، یه آرزوی من رسیدم، نه بدهکار کسی هستم، نه خونه خودم هست، خونه اجاره ای نیست، به آرزوم دیگه رسیدم. وضع دیگه من چی میخوام از دنیا؟ از دنیا هم 4 تا پسر و 4 تا دختری که اونا هم به خونه رسیدن، به زندگیشون مرتب هست و خودم هم هست، دیگه آرزوم رسیدم. دیگه بالاتر از این تمنای زیاده میشه، بگم حالا یه ماشین میخوام بشینم پشتش، بخوام مثلا ملک زیاد بکنم، نه، انسان یه خورد و خوراکی و ناراحتی نداشته باشه، به آرزوی خودش رسیده دیگه. حدودا نبا و نتیجه و نبیبا و نمیدونم چی و چی، الان باور بکنم در حدود حوصله‌اش ندارم که الان بشمونم
60 تا 50 تا 60 تا حدوداً داره. یعنی ماشاءالله همه شونم زنده است. دختر اون دختر داره، باز دختر اون هم دختر داره. حالا حساب کن ببین چند تا میره به بالا. چند سال شما و مادر با هم زندگی میکنین؟ چند ساله که با هم زندگی میکنیم؟ میتونم بگم در حدود درست نمیدونم، ولی 60 سال هست. در این مدت 60 سال از زن شوهری که بگذره ما با هم بودیم، یعنی دوست بودیم. چرا؟ از نظر پیش آمدهای روزگار، از نظر بلندی و پستی روزگار، زندگی، اینها خلاصه با هم بودیم. از نظر شادی ها، از نظر ناراحتی ها، بالاخره از همه نحوی ما با هم بودیم. چطور شد که رفتی خواستگاری مادرم؟ چطور؟ چجوری با هم آشنا شدین؟ آشنا، خب البته اون زمان تو هر کس تو محل خودش، یعنی تو شهر خودش یا تو روستای خودش یا تو قصبه های خودش، بالاخره دختری بود و همسایه بود و قوم و خویشی بود و اینها، همدیگه خیلی میدیدیم و اینها. اتفاقا ما تو کوچه‌ای که بودیم دو سه تا خونه فی ما بینمون بود. خواستگاری، خب اینا اول داده ما به حساب خانواده، بالاخره خانم ما، زن ما شیراز بودن. اون زمان شیراز بودن، همسایه اول بودیم نزدیکم، بعد شیراز بودن و به وسیله یکی از به حساب آشنایا با هم به شما که از کنم آشنا شدیم و ازدواج کردیم. ازدواجی که با اوی خانم کردم که تا امروز که 82 سالم هست نتیجه گرفتم. نتیجه ای آخر پیرید یه خیلی بهتر از اول جوانی من بوده. اخلاقی مادر، یعنی خانم ما، اخلاقش خیلی خوبه، ولی چیزی که هست بیشتر لحن سخنای نهه. یک کار خوبی هم خوب دیگه خورده سر در نمیبره، میگه فرانچیو، میگه نه، رو خاص خودش میگه نه. حالا یا اون بودونه خوبه یا بودونه بده و اینا، رو خاص خودش. ولی از نظر چیزای دیگه این اون چیزی نیست که عمقی باشه، این طوریه. وقتی هم بعضی وقتا هم وقت ده حسنه مسلم میره یک دعوای سردستی میکنیم، شوخی میکنیم. دعواتون سر چیه بیشتر؟ بالاخره از هر نظرش من راضی هستم. دعوا که میکنین سر چی بیشتر دعوا میکنین؟ دعوا میکنین چی، همه علکی، نه اینکه چیزی هست. بالاخره یه چیزای پیش میاد. یه چیزای پیش میاد، ها. یه دو سه ساعتی هم هست. یک روز نشده. یه چیزی دیگه میخوام خدمت عرض کنم. من اون 60 سالی که خدمتتون عرض کردم که با هم هستیم، تنها یک روز هست با هم قهر بودیم. یک روز و یک شب فقط. بقیه همش سهل و اصلاح و چند تا بچه بزرگ کردیم و اینا، همه با هم بودیم. اصلا معنا نداشت که ما قهر باشیم.